در حمله امروز پلیس در منطقه کیاپینار در شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر، علاوه بر کشته شدن تعدادی نیروی پلیس ترکیه، تعدادی از مظنونان به عضویت در داعش نیز کشته، مجروح و بازداشت شدند. مقامات امنیتی انتظامی ترکیه در پی دو حمله مرگبار ماه گذشته که منجر به کشته شدن حدود 100 تن در شهر آنکارا توسط مظنونین به عضویت در داعش شده بود، عملیات جستجو و دستگیری افراد مظنون به عضویت در گروه‌های افراطی را افزایش دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور علاوه بر گروه داعش، انگشت اتهام خود را به سوی دستگاه‌های اطلاعاتی سوریه و احزاب مخالف ترکیه مانند حزب کارگران کردستان و حزب اتحاد ترکیه نشانه گرفت. حال آنکه گروه‌های کرد و دولت بشار اسد در حال جنگ با گروه‌های افراطی مانند داعش هستند. از سوی دیگر دو روز پس از آنکه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو حاضر است به آنچه وی نیروهای وطن پرست از جمله ارتش آزاد سوریه میگوید در جنگ با گروه‌های افراطی کمک کند، فرماندهان ارتش آزاد سوریه ابتدا خواستار متوقف شدن بمباران مواضعشان توسط جنگنده‌های روسیه شدند. ارتش آزاد سوریه از مخالفین حکومت اسد است، حال آنکه مسکو از همپیمانان کلیدی دولت دمشق به حساب می‌آید. منابع غربی از جمله وزارت دفاع آمریکا میگویند که حملات هوایی روسیه که با هدف کمک به جنگ دولت اسد با مخالفین صورت می‌گیرد، عمدتا مواضع مخالفین اسد و نه گروه‌های افراطی را هدف قرار می‌دهد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا. Острый недостаток в боеприпасах.